سلام. اگر دوست دارین اسکی کردن جیمز واند رو هک بزنین، فرصت خوبیه، چون قراره بعد از تماشای گاوبازی تو لیسبون یه سر به سوئیس بره و اونجا اگر خوب اسکی نکنه و خوب موش نزنه جونش در خطره. شان کانری که در طول فیلم برداری تو فقط دو بار زندگی میکنی حاضر نشده بود با سالزمن و بروکلی سر یه میز بشین و با هم صحبت بکنن، استعفای خودش از نقش 007 رو عملی کرد. پیتر هانت که پیش از این در 5 فیلم باند تدوین رو بر عهده داشت، این بار در قامت کارگردان ظاهر شد و نقش موثری هم در انتخاب جورج لازنبی برای نقش جیمز واند ایفا کرد. اول به چالش انتخاب نقش جیمز واند بپردازیم که از انتخاب قصه برای یه فیلم مهمتر بودش. از میون بیش از 400 بازیگر، من جمله بازیگران مطرح کشورهای مشترک المنافع، تنها یک نفر باید برای نقش جیمز واند انتخاب میشد. سالزمن همچنان علاقمند بود که از راجر مور برای ایفای این نقش دعوت به کار بشه، اما او به پروژه دسین تعهد داشت و نمیتونست در مقابل دوربین برای این فیلم قرار بگیره. در لیست 400 نفره ای او ام پروداکشن پیشتازی با جان ریچاردسون انگلیسی، هانس دیوریس هلندی، رابرت کمپل استرالیایی، آنتونی راجرز انگلیسی و جورج لازنبی استرالیایی بود. بروکلی البته به اولیویا رید علاقه داشت و صحبت‌هایی هم با ترنس استم شده بود. حتی از تیموتی دالتون خواستن که بیاد تست بده، اما گفتش من جوان‌تر از اونم که برای این نقش مناسب باشم. کم اینکه دوست نداشت به جای شان کانری در نقش باند ظاهر بشه. بروکلی و هانت لازنبی رو در تبلیغ چاکلت کرم فرای دیده بودن. لازنبی ترتیب یه ملاقات اتفاقی با بروکلی رو در یک مهمونی داد. او یک ساعت رولکس سابمارینز به دست کرده بود و یکی از کچرواله باند رو که هنوز از سویل رو جمع نشده بودن به تن داشت. حتی موهاش رو در آرایشگاه ویژه کانری در هتل دورچستر کوتاه کرده بود تا به همون میزان که لازمه قانع کننده باشه. از او برای تست دعوت شد و در یک درگیری ساختگی با یک کشتیگیر حرفه‌ای بدلکار مشتی به صورت اون نواخت که علاوه بر قامت و اندام، میزان پرخاشجویی او برای این نقش رو هم به نمایش میکشید. قرارداد او برای بازی در 7 فیلم باند امضا شد. این واقع‌گرایانه ترین فیلم جیمز باند با بودجه 7 میلیون دلاری در سوئیس، انگلستان و پرتغال فیلم برداری شد. با وجود تغییراتی که در داستان فلمینگ داده شده، تا به امروز یکی از وفادارترین اقتباس‌ها از یک رمان او در نظر گرفته میشه. در این فیلم یک بار دیگه سازمان جنایی اسپکتر توسط یک دولت نامشخص علیه غرب به استخدام درآمده و این بار انس بلوفلد قرار فرشتگان مرگش رو پیش قراول نوردی باکتریولوژیک بکنه. این بار هم هدفش یه باج‌خواهی نیست، چرا که دل به جیب اسپانسرش بسته. پس عملیات او به طور مخفیانه و در یک آزمایشگاه در ارتفاعات سوئیس تحریزی میشه. او 12 زن جوان رو که از خانواده‌های سرشناس و مهم کشورهای مختلف جهان هستند برای درمان حساسیت‌های آلرژیکشون به پژوهشگاه خودش آورده و با شستشوی مغزی اونها از طریق نوعی هیپنوتیزم برای مأموریت نهایی خودش آمادهشون کرده. جیمز باند که تونسته اطلاعاتی رو از طریق مارک آنج دراکو، رئیس سندیکای تبهکاران اروپا به دست بیاره، در پوشش یک تبارشناس از کالج اسلحه لندن به نام سر هیلاری بری خود رو به تشکیلات بلوفلد میرسونه تا سدی بر راه او باشه. اما تولید این فیلم دشواری‌های خاص خودش داشته. کما اینکه اگر سر وقت خودش ساخته شده بود، حالا ما این فیلم رو با بازی شان کانری به یاد می‌آوردیم. صحنه‌های اسکی توسط یک تیم هوایی با هلیکوپتر و همینطور با یک دوربین سوار شده بر پشت یک قهرمان کلاس جهانی اسکی به نام ویلی بوگنر جونیور فیلمبرداری شدند. برای صحنه حساس پیست اسکیت، تیم تولید هر شب یه پارکینگ در گرینروالد رو زیر آب می‌بردند تا یخ برای سایدگی بیش از 100 اسکیت باز مقاومت کافی داشته باشه. از همین روش برای فیلم برداری صحنه تعقیب و گریز روی یخ در یک میدان باز بزرگ بین استکلنبرگ و لوتربرون استفاده شد. مطابق سناریو به یک باند هلیکوپتر مجاور قلعه کوهستانی بلوفلد نیاز داشتند. بنابراین با هزینه 60,000 پوند بیش از 500 تن سیمان و تجهیزات با هلیکوپتر و تلکایم محل برده شد تا این باند ساخته بشه. همینطور برای تامین انرژی تیم تولید یه جنراتور 2000 آمپری در محل نصب شد. ضمن اینکه 120 تن عوامل تولید فیلم ناچار بودن مسافت 3 کیلومتری بین هتل تا محل فیلمبرداری رو با تلکابین طی بکنن. فیلمبرداری اصلی در کانتون برن سوئیس در 21 اکتبر 1968 آغاز شد و صحنه‌های سوئیس
پیش از صحنه های لندن و لیسبون فیلم برداری شدن. برای صحنه بهمن قرار بود ارتش سوئیس یه بهمن ساختگی شکل بده، اما یک بهمن واقعی همزمان اتفاق افتاد و تصاویر این صحنه ترکیبی از اون بهمن و یک بهمن ساختگی کوچک در یک مکان منزوی در سوئیس هستند که توسط یک واحد دیگه گرفته شدن. از انتخاب جیمز باند حرف زدیم، بریم سراغ انتخاب باند گرل. در این فیلم با یکی از مهمترین باند گرل های تاریخ این فرانچایز مواجهیم، زنی که جیمز باند رو جوری عاشق خودش کرد که تن به ازدواج داد، کنتستا ترزا دی ویچنزو. جالبش اینه که مأمور سرویس مخفی بریتانیا با دختر دراکو رئیس سندیکای تبهکاران اروپا ازدواج میکنه. گرچه نصف این رابطه زمانی بسته میشه که دراکو بهش وعده میده در ازای رام کردن ترسی به او اطلاعاتی درباره بلوفلد خواهد داد. برای انتخاب بازیگر این نقش تهیه کنندگان دنبال یک بازیگر شناخته شده بودند که بی تجربگی لازمی رو بپوشونه. برای همین ابتدا سراغ بریجیت باردو رفتند، اما او قرار بود در نقش روبروی شان کانری بازی کنه، اونم در فیلم معروف شالاکو، پس طبیعی بود که این نقش رو نپذیرفت. گزینه بعدی دایناریک بود که پس از بازی در نقش اما هیل در فیلم انتقام جویان مقبولیت خوبی برای خودش دست و پا کرده بود. اما دوتا باند گرل دیگر رو جیمز باند با هویت سر هیلاری بری در یک شب ملاقات کرده. آنجلا اسکولار که پیش از این در فیلم کازینو رویال در مقابل یک جیمز باند غیر رسمی پای نقش کرده بود رو این بار در نقش روبی بارتلت، زن انگلیسی که به مرغ آلرژی داشته، می‌بینیم. سومین باند گرل اما نانسی است. او به جیمز باند نشون داد خیلی هم باهوش نیست، چرا که با یک سوهان ناخن ساده در اتاقش رو باز کرده بود تا خودش رو به اتاق سر هیلاری برسونه. نقش نانسی رو کاترین فونشل بازی کرده که در این فیلم یک دختر مجارستانیه. در دو فیلم پیاپی ما شاهد دومین بازیگر برای نقش ارنست بلوفلد هستیم. این بار تلی ساوالاس جانشین دونالد پلیسنس شده و حتی اثری از اون زخم عمیق بر چهرش نیست. اگرچه ابتدا قرار بود مکس فون سیدو این نقش رو بازی کنه، اما در نهایت به پیشنهاد بروکلی ساوالاس انتخاب شد. فون سیدو تصادفاً برای همین نقش در هرگز نگو هرگز دوباره به بازی گرفته شد. گابریل فرزتی برای نقش دراکو انتخاب شد، اما صداش توسط بازیگر بریتانیایی دیوید دکیسر دوبله شد، چرا که لهجه ایتالیایی سنگین او قابل قبول نبود. سه بازیگر ثابت کیو، ام و مانیپنی چون فیلم‌های قبل لولیل، لی و مکسفل هستند. در ادامه رویه سابق فیلم‌های باند، دو سنت همچنان پابرجاست: نمایه‌ای از یک فرهنگ و سکانس اکشن آغازین. باند این بار در پرتغال شاهد مراسم گاوبازی خواهد بود، جایی که جیمز باند برای ملاقات با دراکو حاضر شده و قرار نمایانگر گوشه ای از سنت های این منطقه از جنوب غربی اروپا باشه. اما صحنه اکشن آغازین فیلم پس از نجات کنتستا ترزا از دریا، درگیری فیزیکی باند با دو مرد ناشناسه که از نیت اونها برای حضورشون در صحنه اطلاعی نداره و اونها به باند حمله میکنن و باند گاهی در گارد دفاع و گاه در حال حمله است. فاصله گذاری بین جیمز باند، شون کانری و لازنبی حتما از ماشین اونها شروع میشه، به خصوص که پس از فاصله گرفتن جیمز باند در دو فیلم قبلی از دی بی 5 فرصت خوبی بود برای یک نمایش تازه با ماشین جدید. در صحنه ابتدای فیلم دو چیز ممکنه ما رو به این نتیجه برسونه که برای یک فیلم اشتباهی بلیت خریدیم: یکی ماشینی که در جاده پیش میره. خیلی ها معتقدن کیوبرنش در زمان ساخت این فیلم کلن مرخصی بودن، چرا که حتی یه اگزوز اضافه هم برای این دی بی اس در نظر نگرفتن تا عوض خیره کننده بودن ماشین جیمز باند، همه نگاه ها به مرکوری کوگار XR7 کنتستا ترزا دوخته بشه. یه ماشین قرمز با سقف جمع شو که به باشکوهی خود دایناریگه. این استون مارتین دی بی اس یه موتور V8 4 لیتری داشت که با توان 330 اسب بخار میتونست به سرعت 261 کیلومتر بر ساعت برسه. این ماشین البته با خود لازم بی از خدمت جیمز باند بازنشست شد و در فیلم بعدی تنها در یک صحنه در زمان تماس تلفنی باند با کیو در بک‌گراند صحنه قابل مشاهده است. استون مارتین دی بی اس با ظاهر مدرن اما بدون افزونه‌های معمول جیمز باند یک بار دیگه نشون میده که تهیه کنندگان فیلم چقدر اصرار داشتند یک فیلم به شدت واقع گرایانه وارد بازار بکنند.
قبل از اینکه کیو واقعا به مرخصی بره و فیلم جیمز باند از هر ابزارکی خالی بشه، یه پرزنتیشن درباره پرزهای رادیواکتیو به ام ارائه میده که قابلیت رهگیری دارن. چیزی که ام بیش از هر چیز اون رو برای رهگیری خود جیمز باند نیاز داره. به خواسته خود پیتر هانت، ابزارک‌های باند تقلیل رفتن و او برای باز کردن گاف صندوق وکیل بلوفلد به دستگاه بزرگ نیاز داره که از طریق یک جرثقیل و از راه پنجره ساختمون به دست او میرسه. این دستگاه بزرگ که جایگزین رمزیاب جیبی جیمز باند در فیلم قبل شده، خوشبختانه به یک دستگاه کپی زیراکس هم مجهزه که باند فرصت میکنه به وسیله اون مدارکی که از گاف صندوق برداشته رو کپی کنه و اصل مدارک رو سر جاش برگردونه تا طرف بویی از نقشه اونا نبره. ابزارک دیگه باند یه درباز کنه متشکل از نوار فلزی خطکش، یه پاککن و گیره که خودش برای باز کردن قفل الکتریکی در اتاقش میسازه. اما بلوفلد در کاخ زمستانی خودش غرق در تجهیزاته. او یک دستگاه پخش با چندین خروجی و میکسر داره و این دستگاه به اتاق هر یک از فرشتگان مرگ متصله تا فرایند شستشوی مغزی اونها همزمان انجام شه. او ضمناً یک ابزار رادیویی در کیف دستی به هر یک از سفیران مرگبار خودش میده تا بتونن فرایند هیپنوتیزم رو از راه دور هم کنترل کنن. جان بری برای ششمین بار در پروژه هستش و قراره بازم موسیقی فیلم رو بسازه. او در توجیه استفاده بیشتر از سازهای الکتریکی و صدای تهاجمی تر موسیقی میگه: من باید با موسیقی دو برابر محکمتر کاری میکردم که تماشاگران فراموش کنن شان رو نداریم و بتونیم با هواداران باند اون دوران جیمز باند رو پشت سر بذاریم. این بار برخلاف رویه یه چهار فیلم قبل، یه ترانه موضوعی آغازین رو در تیتراژ فیلم نمیشنوید. عوضش با تم جدید موسیقی جیمز باند روبرو خواهید شد. همینطور بری آهنگ زمان زیادی در جهان خواهیم داشت رو برای صحنه جشن تولد دراکو ساخته که لوئیس آرمسترانگ اون رو خونده. دو آهنگ دیگه هم با اجرای خواننده دانمارکی نینا ساخته شد که در جاهای مختلف فیلم پخش میشه. تغییر مهم فیلم در لباس جیمز بانده. این بار دیمی میجر در فولام لندن تمام کت شلوارا و ژاکت‌های جیمز باند رو به غیر از لباس کوهستانیش دوخته. در این فیلم شاهد یک کت شلوار چک با پارچه سیاه و سفید معروف به شاهزاده ولز هستیم. دیمی میجر پارچه رو 180 درجه روی پانل‌های مجاور میچرخونه تا سبک جالب خودش رو به نمایش بذاره. این رو میشه با نگاه کردن به بخش‌های مختلف نوار افقی در الگو مشاهده کرد. کت‌شلوار باند یه دو دکمه با شونه‌های نرم و سینه صاف و برش کلیه و طول کت کمی کوتاه‌تر از مدل‌های قبلیه، البته نه به کوتاهی مد امروز. و همینطور در این فیلم یک کت سه دکمه میپوشه که شمایل نظامی کامندر باند رو القا میکنه. یک کت تک دکمه شام و یک کت بلیزر از دیگر لباسهایی هستن که توی این فیلم بر تن جورج لازنبی میبینیم. این اولین و آخرین حضور لازنبی در قامت جیمز بانده. او به توصیه مدیر برنامه هاش که اعتقاد داشت دهه بعد دهه فیلم های جاسوسی و افسار گسیختگی جنسی نیست، از قرارداد خود شونه خالی کرد و اعلام کرد دیگه در نقش جیمز باند ظاهر نخواهد شد. این مدل 30 ساله که برای نخستین بار در قامت یک بازیگر روبروی دوربین قرار گرفته بود، اعتقاد داشت از سوی کارگردان مورد بیمهری و کم توجهی قرار می گرفته و هیچ آموزشی برای او در نظر گرفته نشده. بعدها هری سالتمن گفت انتخاب لازنبی بزرگترین اشتباهش در 15 سال جریان تولید این فیلم بوده. نام او در فرهنگ عامه مترادف کسی است که به شانس خود پشت پا زده یا در میان بخت ناگهان به ورطه سقوط افتاده. این استعاره تخت همی الان که او 82 ساله شده همچنان ترکش نکرده. پس از جیمز باند نه تنها درهای شانس به روی او باز نشد که بدشانسی های پی در پی هم آورد. مثلا یه سفر داشت به هنگ کنگ برای بازی در فیلم در کنار بروسلی و بروسلی در همون روزی که ظهر با اون نهار قرار داشت سر صحنه فیلم برده تیر خورد و کشته شد. لازنبی خیلی زود از نقش جیمز باند بازنشسته شد تا هواداران جیمز باند یک بار دیگه شون کانری رو در جایی که دوست داشتن ببینن، قهرمانی به نام 207.